والا پیش آقای پیشکار. من با آقای پیشکار بی آره بی کاره چی کاره؟ بذار به کارم برسم. بیا برو، شاید آقای پیشکار کارتون دارن. هی بگو هرکی با من کار داره بگو خودش تشویش بیاره پیش من. خلاصه از من گفتم. خلاصه از منم نشنفتن بود. انگار شغل قمر کرده خبر آوردی. رضا؟ بله. مگه دربون نگفت بیای پیش من؟ چرا 2300 دفعه گفت؟ پس چرا نیومدی؟ والا دستم بنده بود روم سیاه. این دفعه تو رو بذار تو اتومبیل. دستم بنده، بازم روم سیاه خودت بذار. چی فیس فیس میکنی؟ این دفعه یه آخرت باشه که دستورات منو پشت گوش میندازی. من راننده آقا هستم، راننده نوکرهای آقا که نیستم دیگه. من نوکرم یا تو ابله؟ ابله آقا اونها داره میاد. سلام آقا. آقا داره سلام. تو نوکر آقا نیستی، تو نوکر آقا نیستی. گفته نداره، من نوکر خانه‌زاد آقا هستم. چی زدی زیرش؟ این دستمال باید بدن دست اون بی خود دادن دست من. بفرمایین تو برو از اونور سوار شو. چه پرتوقعه، چه تپرپر میزنی؟ میخوای بری زیر ماشین؟ بپر بالا نزیمت فراموشید بکنم. یالا دیگه نوکر خونه زد باید بشینه بغل راننده خونه زد. من در برای شما باز کنم. من فقط برای شما درواز میکنم. ما بفرمایید. متشکرم. متشکرم. من متشکرم. قربان با بنده امری نیست. نه جانم. با ماشینم هم امری نیست. نه تصور. یعنی ماشین شما. حالا که تصور نمیفرمایید پس لطفا اجازه بفرمایید که بنده و ماشین مرخص بشیم. اشکالی نداره. خیلی متشکرم. خدا حافظ شما. من باید برگردم شرکت. واسه که وقتی کارم تموم شد منو برسون. تازه ماشینی شستم، نمیخوام کثیف بشه. خدا حافظ شما. دای کلوفتید. بازم روم سیاه. چقدرم روم سیاه. آخه چرا؟ چرا مزه ایران؟ من باید ماشینه برسونم به تعمیرگاه، ماشینم باید منو برسونه به سر وعدگاه. تا خط 11 برو. بالاخره یه غلطی بخونی. چه سر یه پررولنده هور بی ادب. برو. ببخشین جلیل خان، میخواستم بگم وقتی که شما هری شدیم ده خیالش رسیده بس اینکه من بلد نیستم توهین بکنم. خه زیرشک. این که هی نمیتراشه، هی نمیتراشه. چیه این چند خرچنگ نشان؟ ای ننه تو از این سوء استفاده کردی. بسم الله، تو همچی حرفی چطور رود میشه به مادرت بزنی؟ سودی استفاده کرده. آخه تو نصف شب قرافر درست کرده، کدوم گوری میخوای بری ها؟ چون پای کار خیره در میونه. اینجایی بابای آدم دروغ. کجاش؟ اینجاش. ننه تو چرا اینقدر دیر باوری؟ واسه این که هر شب گفتی میرم دنبال کار خیر اما دم صبح مست اومدی تو خونه. خب چه کاری از این باخیرتر ننه؟ رضا جون، بچه، عزیزم، الواتی هم حد و اندازه ای دارد. قربونت برد الهی مادره. سری عقل بیا تا واسه زن بسونم. خرم نکنه ننه، تو این دور زمونه اگه کسی عقل داشته باشه که دیگه زنه نمیستونه. اگه میخوای زن بسونم باید روز به روز دیوونه تر بشم و از مخ آزاد تر.
ده آخه میترسم تا اون روز من 7 کفم پول نه ترس ننی جون اسرائیلم به خدا خودت میگیری. منم سر و کارم همین روزا به دارالمجانین میفته. وای خدا اون روزا نیاره. نه دارالمجانین که منظورم خدای نکرده خدای نکرده یهو خر بشم و برم توی هجیله. الهی خدا از زبونت بشنفت ماده. ببینم پده سخته نکنت خبرهایی باشد و من نمیدونم. آخ ننه دست به دلم نظر داشتم و نداشتم از مال دنیا یه دونه قاپه داشتم که ناقافل از غم دزدیدن. قاپمونو دزدیدن؟ آره مادر. چی دزدیده؟ کدوم قاپمونو؟ نه مادر کدوم یکی؟ هر کی دزدیده باشه پدرشو در میارم. اون قاپ عکسی نیست مادر. از اون قاپا قاپ و قمار خونه پده سخته. الو بس من قاپ بازی میکنی؟ نه بابا اصلا ولش بکن منظورم یه دختری. دختره عوضش دختره نگو بگو نوبره به اروای خاک بابام اینقدر دیگه خوشگله که دیگه حرفه ندار. رسوسی خاطر خوش شدم. آخه نگو که میدونم تو بم عشق و عاشقید عینه بابای خدا بیامرزت میمونه. اون خدا بیامرزم اولین بار که منو دیدا یه دل نه صد دل عاشقم شد. فقط فرق من و بابای مرحومم در اینی که من مثل اون بی سلیقه نیستم. ها چی تو شد؟ چه غلطی کردی؟ ها من عاشق یه دختری شدم که خیلی خوشگله. خبس وقتی برو همون جایی که میخوای بری شام و چاییتم ببر همونجا بخور بذره خوشون بدی. قربونتم میرم. توفاتو نباد به صورتم صابون ماریده تمام تنمو نجس کردی. جوشی نزن ننه اگه میخوای زندگی تره تمیز باشه باید منو ببری توی بیابونو تکونه تکونم بدهی. ای تخم سگرقاس باید یه فکری برات بکنم نباد بذارم دیگه بیایی.
میفرستم که همون تو گوشی لبت مثل قنچه بمونه. حساب ما رو بیار. بله قربان. حساب ما رو بکن رو کو راستی وگرنه جانتو نمیدم یه پاپاسی ها. اختیار داریم قربان. 17 تومن و 5000 میشه. ارزونی شده. بیا بقیه‌ش هم مال خودت چون خیلی آسپاس. دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم. 4-5 تا پاره آجر بعدن بردار بیار که بزنم تو فرق سر بعضی از این مشتریان نامحترمی که این گوش نشستن. سلامتی. سلامتی. کوفتتونه بشه این خدا. بازم رفت پشتن. باش بریم از دابش برسی. آه نه نظم کابره به هم میخوره. بگی بشیم بعد. سلام فریشیتی. چطوری یا بهتری؟ تو در نمیزنی. اهک حالا دیگه واسه ما میری پوشیده پریدی؟ معلومه ما که هنوز به هم محرم نشدیم. خب اگه خدا بخواد میشیم. خیلی خب وقتی شدیم پرده ها رو میزنیم کنار. ای کیه؟ در میزنی. سلام. خسته نباشین خانم. مرسی بذارشم اونجا. صبری بکن ببینم. وایستا ببینم کی جرأت کرده واسه فرشته من گله بفرسته. ولش کن رضا. هم ولش کن رضا برو که پیکاره. خب این کارا یعنی چی؟ ها یعنی شکم فرستنده گله با این سفره میکنم. دست نگهدار این گله رو اتول ده. آخه من نباس بفهمم این اتول خانه کیه؟ چند دفعه بگم اتول خان صاحب این کابار است. تو که گفتی صاحب کاباره رفته سفر. درسته رفته اروپا که واسه کاباره آرتیست فرنگی بیاره، اما به گارسونش هم سفارش کرده شب به شب واسه من گل بیارن که بذارمش تو اتاق خوابم. ای بذاتش لعنت. اصلا میدونی چیه؟ تو دیگه شبا نیا دنبالم. اینجا که مثل اون کافه قبلی هر دنبیل نیست، کاباره است. اتول خانم واسه من به پا گذاشته که شب منه برسن خونه. اتول خان با گور پدرش خندیده. خداوندی خدا هم خودش و هم به پاشو ناکاره میکنم. نکنی اتول خانم خیلی دست کم گرفتی. اتول خانم اتول خانم میکنه شیطونه میگه بزنم تو کلش. هر روز برای من یه رقیب میتراشه. هی میتراشه. گلو کجا میبری؟ میبرم تو اتاق خوابم بذارمی. لازمه نکرده. خودم واسه از پارک در خونمون درختشو با ریشه واسه در میارم میارم. هر چند قدقنده شده روم سیاه. دلم میخواست تو این 5-6 ماهه یه شاخه ناقابل واسم بیاری که حسرت به دلم نمونه. خیلی خوبه لطفش کن من میارم. عجب بوی گندی هم میده ناکس. چیتونه میگه بیلش کنم رو زمین. امشب آخرین شبیه که میای کار باره. از همین فردا باید بشینی خونه چشمیتم کور خرجیتم من خودم میدم. فوتینا واسه چی؟ برای اینکه نمیخوام نشونده ای کسی باشم آقا رضا. اول یه اسمی واسم بذار بعد خونه نشینم کار. خب باشه اول آب توبه میریزم سرت بعد اسمم هم روت میذارم. عیال آقا رضا یه گله. کی؟ وقت گله نی دل خودی. خیلی خوب تا آخر همین برج دی. تو چی فکر کردی؟ من آقای دارم که اگه لبه تر کنم چنان عروسی برام میگیره که اون سریش ناگفتنی باشی. اگه تویی که امسال لب برچینی سال دیگه اشکت میاد. دیگه منم همین فردا صبح میرم پیش آقا لبه برمیچینم شب جمعه دیگه توی هجله اشکو با مشک تحویلت میدم. ببینیم تعریف کنیم. اگه تعریف نکردی از جای اتول خانم. بریم. نم کرده اتول خانم طرف باش. امشب باید حسابی این پسره رو مادر مادرشو به ازاش میشونم. با ما بیان تو رو خدا
فشار بده به گاز فرار کنیم. خب آره چقدرم فشار بدم؟ تو این ترافیک کی میتونه فرار بکنه؟ اینا که دنبالتن 10 نفر و حریفن، بگیرن تیک بزرگت گوشته. خدایا من رحمت بکن، اصلا من آقایون لاتا کاری ندارم کی. ولی اونا با تو کار دارن. خدایا قسمت میدم به جوون مردم رحم کن، اونا میکشنش. بیا بیا بزرخ رو بینبار، بیا برو روی خاک متعقی کن، از خاک برآمدین و در خاک شدین. میکشم گفتم روش بیا چه بیا رفیقات منتظرتن، نتیجه مطالعاتتون رو بعدا به من گزارش بکنین، سخت در انتظارم. اخی وای خدا شوشی، نگاه گلم به درد خورده. نگاه کن نیکی از ترس همسرش کمربند ایفتون داری. سلام علیکم. سلام بر کارمندان شریف و پاک دامن. اخی سلام. سلام سلام. تلفنی تو بگو مزاحمت نمیشم. سلام آقای خانم سرکیت. صبح خیر آقا رضا. کجا؟ کجا؟ خدمت آقای رئیس. کمیسیون محرمانه دارم، صبر کنین تا تموم. حرفش هم نزن قربان. فراموش نکنین که شما چند تا چک 1,000,000 تومانی بی محل دست مردم دارین. دو تاش دست همین میرزاهای بالاخانه صرافه که شنیدم حکم جلب شما را گرفته. قربان خبرشو دارم. منزلتون که در گروه و اگه تا سر ماه دیگه از گروه درش نیارین حراج میشه قربان. میدونم، ولی تو هم بدون که مذاکرات من با اون کمپانی خارجی به نیمه رسیده و به زودی نماینده تامل اختیارشونو میفرسن که با من قرارداد ببنده و علال حساب 1,000,000 دلار بپردازه. 1,000,000 دلار آقای جلیل، یعنی 7,000,000 تومان، بیشتر از تمام قرضایی که من دارم. امیدوارم این پیشبینی شما واقعیت پیدا کنه قربان. پیدا میکنه. مستر پاولو اندرسون از دوستان کردیم، مطمئن باش که این دوستی در عقد قرارداد ما خیلی موثره. انشاءالله. با 120,000 تومان موجودی صندوق حقوق این ماه کارمندا رو بپردازید. چشم. و سعی کنید از گرفتاریای من بویی نبرن، چون من نمیخوام نگران آیندهشون باشن. اطاعت میشه قربان. میتونید برید. با اجازه قربان. بیا پایین از روی میز بی تربیت. کدوم آدم احمقی بود که چرت منو پاره پوری کردی؟ گفتی؟ من چه شیری خوردی؟ خفه شو. شیطونه میگه بزنم، اصلا تو آدمه نیستی دست رود بلند کنم. من به تو اجازه نمیدم اینطور با من حرف بزنی احمق. چرا پس با خودت حرف میزنی؟ خفه شو. دست به یخه شو. تو سر اونو بردی، حالا اومدی سر منو بخوری؟ مردی برو سر سفور محله رو بخور. بی تربیت. مثلا اومده بود از من زهره یه چشمه بگیره و منو بترسونه. یه عمر مردم از قیافه من خوف میکنن، حالا این اومده منو خوف بکنه. حالا با اجازه من برم اتاق رئیس. الو میرزا حبیب‌الله خان، خودتی؟ خوب گوشاتو باز کن ببین چی میگم. دارا بوی رحمانش بلند شده. تا طلبکارای دیگه پیش دستی نکردن تو بیا جلبش کن، بلکه وقتی افتاد زندون کارخونه را از چنگش در بیارم و پول تو یکی رو تمام و کمال بهت بدم، به شرط اینکه مشتلق من فراموش نشه ها. فهمیدی؟ خاطرت جمع باشه، مشتلق تو فراموش نمیشه به شرطی که پولای من فراموش نشه. نه ترس میرزا، طلبکارای دیگه به اصل پولشون نمیرسن، اما تو که منو داری به بهره پولاتم میرسی. به جمع همین الان با مأمور بیادم شرکت. آقا تا یه ساعت دیگه از شرکت خارج میشه. منم میدونستم که شما قول میدین، منم از جانب شما به عروس خانم قول دادم. خوب کاری کردی. فقط باید چند وقت صبر کنی تا سر فرصت مقدمات این امر خیر رو فراهم کنم. باش، اگه عروس خانم عجله‌ای نداشته باشه من صبرم صبر ایوبه. خب دیگه بریم. بریم باشه بریم. آقای دارا، من وکیل آقای حبیب‌الله خان صراف هستم. فرمایش؟ حکم جلبتون رو دارم. قربان همراه من بفرمایید کلانتری. جلب؟ چرا؟ ساکت باشین آقا، ساکت. آخه چطوری میتونم ساکت باشم جناب سروان وقتی میبینم ولی نعمتمو میخوام ببرنش زندونه؟
2 میلیون بدهیشو بده تا نره زندون. همش به خاطر 2 میلیون تومن میخوای آقا رو بندازی زندون؟ 2 میلیون تومن مگه کم پولیه؟ جلوی جناب سروان بذاری دستگیرت میکنه. خب اینا واسه آدم گیدا صفتی مثل تو زیاده، واسه من که چیزی نیست. اگه چیزی نیست دست کن تو جیبت بده. باشه خودش کسی به من نزدیکی نکنه. الان بده میدم. بقیه این ثروتی ناقابله با من کجا معمولا میذارم؟ بیا این 140 تومنش فعلا سگ خور، بقیهشم قسط بندی کن و در حضور این جناب سروان به اقصاد مجهول المدت پرداخت میکنم. هر میکنیم. بیا بفهم این نمکن کنم. ممنونم سرکار، خیلی متشکرم. واسه ملاقات میای یا نه؟ آقای دارا اومدم سرکار. سلام آقای دارا. سلام آقا رضای گل. آره بشین جانم بشین. به خدا وقتی شما رو اینجا دیدم آقام ورم داشت. متشکرم آقا رضا. آره ای بی نداره، دنیا از این پایین بالاها زیاد. پایینش برای من، بالاش برای شما. منظورم اینی که دستندازش رو من کاملا قبول دارم. خب تازه چه خبر؟ والا روم سیاه خبر قابل عرضی ندارم. شرکت درش تختی شده، کلفت نوکرم که همه فراری کردن. میدونم بله، منم چون دیدم خونه خراب شده، منظورم وضعشی ننم و بردم اونجا که مواظب خونه و زندگیتون باشه. خوب کاری کردی، چون فردا از کشور خارج یه مهمون برام میاد اینجا. نه چند ماه آزگاره که منتظر نماینده کمپانی پگی هست. ببخشی چی؟ پگی پگی بزرگ. آها. نامشم برام اومده، نوشته که دختر من مطالعاتیم در ادبیات فارسی داره، میخوان بفرسنش تهران. ببخشیده یکی نیست که به این پگی بگه که ای زکی حالا چه موقعی اومدنه؟ اتفاقا خوب موقعی میاد، چون این دختر از طرف پدرش وکالت داره که قرارداد مشارکت ما رو امضا کنه و 1 میلیون دلار در وجه ما کارسازی بکنه. خدا شکرت که بالاخره کار آقای دارا رو را انداختی. انشالله اگه زنده موندم تلافی میکنم. آقا رضا بی خودی ذوق زده نشو. چرا؟ چون دختر فردا وارد تهران میشه و منم اینجا گرفتار. خب میارمش همینجا، پولا رو ازش بیقاپیم. اگه اون ببینه که من ورشکسته شدم و به زندون افتادم، دیگه آرزوی بستن قرارداد با خودم به گور میبرم. خب میگم اینجا هتله، اون که نمیفهمه. بی خودی خودتون ناراحت نکنین. خدایا ما میلیونرها چقدر بدبختی ما. به خدا به ما باید رحم کنی. ببینین قربون، اون دختری چی بزرگ شو برای قبلن دیده؟ نه منم ندیدمش. ای ندیدی؟ اینه هاش، اینم عکسشه، تو نامه برای من فرستاده. کار چندون آسونی هم نیست. والا اگه پولش باشه، من از یه مش آدم بی شخصیت تون آدم با شخصیت درسته میکنم. چطوره بری از جلیل پول بگیری؟ نه من حاضرم با تمام لطفاتای بی شخصیت طرفه بشم، ولی چشم تو چش اون ناکس نیفته. نه تازه اون مگه منو داخل آدم حساب میکنی؟ فکر نمی کنم جلیل انقدرام بی وجدان باشه، مخصوصا وقتی که بفهمه پگی هم اومده و قرار کار من درست بشه. باش پس تا دیر نشده و کسی یخشی نگرفته من برم یخشو بگیرم. راه رو هم در اینجا رو بدن دست من، ازش یه پرورشگاه برای بچی یتیمان میسازم. سر و تابم در اول خودم یه سر بخورم. وای نزدیک بود سرش، بالاخره صاحبش میشم. عزیزم ببخشینه.
مکتوب خیال مداخله نداشتم که به مذاکراتتون ادامه بدین، من تماشاچی میشم. چی میخوای؟ جبتم و دستگاهی داری در زمین باید بگم در عشق بازی خیلی ناجی هستی. بگو ببینم گوشی چند هزار نفر بریدی تا تونستی این دم و دستگاه واسه خودت راه بندازی. بلبل زبونی رو بذار کنار، حرفت رو بزن. چش به موقعش بلبلم وسط میارم. بریم سر اصل موضوع. آقا از پشت میله های زندون فرمودن 10 چوبرت خون بیاد که خیلی لازم و فوریه. 10,000 تومان پول برای چی میخواد؟ بگم نگم چرا اسرار آقا رو فاش کنم؟ الالا میگم به کوری چشم اونایی که نمیتونن ببینن پگی پگی دختری شو فرستاده که با آقا قرارداد ببنده و 1,000,000 دلار بیسولفه. عجب، بگو جان رجب، میخوام فردا شب واسش جشن بگیرم. حالا تو اگه دست بکنی به جیبت از خودتو نمکرده دعوت میکنم که بیاین و دختر 1,000,000 دلاری رو از نزدیک ببینین. بسیار خوب بسیار خوب. میمردی نه از اول میگفتی؟ خب تو هم میمردی نه پرسیده میپرداختی؟ ببینم پولایی که میخوای بدی قلابیه یا اینکه مال دزدیه؟ این نکنم اینجا یه خطو میگیرم با چه دست به نقد آورد. بگیر سلام منو با آقا و دختر فرنگیه برسون. چطور بازش کنم بشمرمش؟ نه بدش کن، فرض میکنیم درست دیگه. بله دیگه، کلاه برداری کن تا محتاج خلقه نشوی. چی راحت پولو دادی عزیزم. کیه که حاضر نباشه 10,000 تومن رو فدای 1,000,000 دلار بکنه؟ پس واسه یه میلیون دلار. آره، از همین حالا 1,000,000 دلار رو جز موجودی من حساب کن. نفیه های نفت داریم. نفیه های چطوری علیه نفتی چطوری؟ سلام آقا رزازه دیم شک، هرچی هوا سردتر میشه زحمت ما بیشتر. خب بجاش پول بیشتری گیرید میاد. ای بابا به قول شاعر کفاف توی دهد این باده ها به مستی ما. غریب خب غربان تو غریبی. نفیه کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما. هی علی نفتی جانه، تو مثلا اگه 2,000,000 تومن پول داشتی چی کاره میکردی؟ خب معلومه، میشدم کمپانی نفت کلی پوز میدادم. پس رفتم که ازت یه دونه کمپانی بسازم که حضه بکنی. خب ببینیم جدید میبینی میبینی. نفیه نفی نفت مرز. سلام علیکم، ساعت بین وقت روز اومده ای خونه. دسته به دلم نظر، کاش که من نزاییده بودی ننه. چی شدست؟ از زور تا حالا دنبال چندرقاست، پول تمام شهر زیر روی کردم. پولو بودو من بودو، پولو بودو من بودو، آخرش بگردشم نرسیدم. مگه چقدر سی؟ نه قابل بل 2,000,000 تومن نتونستی فراهم بکنی؟ نه جان تو. ای بی ارزه، ببینم تو پول مول پس انداز نداری؟ والا از تو چه پنهون، 200-300 تومنی دارم. اما گذاشتم واسه خرج عروسید. این کار واجب تر از خرج عروسیه. برو اگه خرت پرت اضافی هم داری با خودت وردار بیار. خیلی خوب باشد، برو دیگه. چه خبر شده که آقارزای موقعی روز اومده خونه؟ والا نمیدونم چی بگم، لابد گرفتاری براش پیش اومده. خدا الهی کار همه رو جور بیاره. الهی آمین. خدا همسایه رو آفریده برای فوزوری به شما چه من. سلام داشک بر مگی تو سرکار نرفتی؟ نه آقا رضا، ما بیکار شدیم. الحمدلله دستم به دومنه، دست بالا ما رو واسه شوفره پیش یه عیونی بانک کن. اگه 2,000,000 تومن پول داشته باشی شاید من بتونم. همونجور که دست و بال منو برای آشپزی ون کردی؟ آخرش مال تو رو بنده میکنم، مگه دست و بال محمود چاقه رو من بنده نکردم ها؟ سلام سلام آقا رضایی گل، آب نبات واسه ما مول دی؟ محمود تو پول مپل، تو بوی آب نبات از 1,000 فرسخ اونورتر میشنفی ها؟ خب الحمدلله از کارت راضی هستی؟ اهن بیا. الحمدلله نه خیل، بیلونم کردن اونجا یه دونه آب نباتم گیرم نیمد، ولی چون تو همیشه بهم آب نبات میدی حاضرم همه رو ول کنم بیام نوکر خودت بشم. بیا اینم خرت و پرتای ننه، بیا بسون ببینم. ببینین اینا جهازیه عروسی ننم با بابام. بیا بدیش بسون ده ننه، خسته شده. بدیش ننه این خرت و پرتا رو چنده میخرن؟ این 345 تومن و نوقرونه است. دروغت نگم شیرین 2,000 تومن میخرن. آقا رضا اگه پول لازم داری من 1,000 تومن دارم. آقا یزو منم همون 5 تومنی که بهم عیدی دادی هنوز دایمش. خب مش بخورت ننه سر جمع میکنه به عبارت صبر کن تا من تو
شد که بندازم 2345. آ شما چند قضه دارید؟ 1000 تومن. خب باشد باریکلا، اینم 1000 تومن. شما چند قضه دارید؟ 5 تومن. خدا بکشتت. اینم 5 تومن. آ 200 تومن هم سک خور، هرچی میخواد بشد بشد. میکنید به عبارتی 4505 تومن و نوغ رو به کامپیوتر گفته زکی دیگه به 2,000,000 تومن چیزی نداریم، داریم انشالله نزدیکه میشیم. من ریشی ندارم که به ریشم بخندی، واسه چی میخندی؟ آخه من 2,000,000 تومن پولم کجا بود؟ 2,400,000 خورده ای کم چی؟ اونم نداری؟ اگه 2,000,000 تومن پول داشتم که میلیونر میشدم. دیگه لازم نبود واسه چندر قاز برم کاباره تن و بدنم و عرق سفره مرد و نامرد بکنم. همه مردم گرفتارن. آخه 2,000,000 تومنم پولیه که کسی نداشته باشه، تو همه بانک ها هست. اصلا من میخوام بفهمم تو این همه پول واسه چی میخوای؟ والا آقام وای گندیش در اومد. منظورم بابام ایداد باز از رو خریه دشتی بای عوضی گفتم بابام که مرده بود واسه چیز میخوام عروسی. 2,000,000 تومن واسه عروسی؟ آره چرا، چرشخ مونده عروسی 2,000,000 تومنی که چیزی نیست، تازه شیربها و مخارج حساب نکردم که شده 2,000,000 تومن. نه والا ما اینیم دیگه، مثل ریگ پول. چرا اینقدر دیر کردن آقا رضا؟ آقا رضا کیه؟ ایداد بیداد نفهمیدم، خیلی معذرت میخوام قربان. دهنتی بازه بکنه قربان، چی دفعه رو ببخشی؟ دهنتی بازه بکنه، نمیپشخمه تا دفعه دیگه حواستو جمع کنی. یالا بازه بکنه، دهنتی ببند و قورته بده تا تو باشی دفعه دیگه به من نگی آقا رضا. آقا رضا مرد، باید به من بگی آقای دارا. حالا فهمیدی؟ بله قربان، سوختم. همین جا باش، بریم جنگی، رسیدیم با وطن، بوده وطن. خب مدمزیل جان، جناب علی، همین جا باش تا من برم خالای بروفی را از اجناس تلخیص بکنم، برگردم از اینجا جون نمیخوری که نمی. آه کلکو، آی گوش کو، شما اینجا هست نابلده، وایسا همین جا من برم برگردم تا اون وقت آی میلیونه را به شما نشان خواهد داد. بله وای وای کردم، خدا حافظ. ببشکید مدمزل، شما با این هواپیما اومدید؟ آه یس. ببشکید، مسافری شبیه این شمایل بین شما ها نبود؟ آه یس، این هکس هست مال من. من پیگی از دکتر آقای پول اندرسون. کسی با حتی تو خودت خیلی خوشگیرتر از اکسی تستی، در صورتی که رو نبش باید برابر اصل باشی. مچکر هست، شما هست آقای داره؟ آره من خیلی داره هستم. آه سلام مامو جان. مگه امو جانتم با خودت آوردی؟ آه نه نه، پدر گفت من به شما گفت امو جان جان. درسته، اشکالی نداره، من امو جان جان ستاکو خیلی هم خوشحاله میشم. حالا برادر زاده جان، شما بپر تو ماشین امو جان جان. تکس تکس. بالاخره دو تا میلیونیر هم دیگر رو پیدا کردن و من مجال ندادن این وسط دقلا به نوایی برسیم. بفرمایین بالا لیدی سیتواشن چی؟ نوا مچکر هست؟ بری یه باش ببین خانم خوف کرد.
سلام اوتور خان. سلام دلبر فتان من، برد دل و جان من، دلبر فتان من. ببین عزیز، برای تو سوغات فرنگ آوردم، از هم رنگ آوردم. دست درد نکنی. به به، چقدر قشنگه. از هم رنگ، پوست پلنگ. پلنگشم مال جنگل های فرنگ، برای همینگی مثل تقی هفرنگ. بله بله، یه روزی در فرنگ دلم خیلی گرفته بود با مرگ تو. رفتم یک دانه فشنگ خریدم با یه قطار توفنگ، بستم به خودم پر از فشنگ. رفتم رفتم و رفتم و رفتم تا رسیدم به جنگل. چشمت روز بد نبینه، یک دفعه دیدم که پلنگ آمد و آمد. چشمش که افتاد با من، فهمید من از همشهری پلنگ های گیلانم. خاص برگردد، امانش ندادم، بنگ و بنگ زدم که دراز افتاد روی سنگ. من هم از فرصت سوء استفاده کردم، رفتم و گلفتی پوست کندم. زیادم برای جناب عالی یه پالتو پوست روز کردن آوردم. وا، این پوست همون پلنگ است، پس چرا این رنگیه؟ البته این مال یوز پلنگه، ولی من یوزش یادم رفته بود که بگویم. این را گفتم که بدانی من تفنگچی قابلی هستم. همونطور که پلنگ را کشتم، اگر به بند خیانت بشود جناب عالی را هم میکشم. اون بی سرپای دورگرد را که از غیبت من سوء استفاده کرد و دور جناب عالی پلکیده میکشم. همه را میکشم، اگر لازم بشود خودم را هم میکشم. ای با اتول خان، سب کن توضیح بدم. من هیچ خوشم نمیاد که با من نزدیک بشی. چشمان مرا خون گرفته، من گوش بزنگم تا اون بی سرپای بی پدر مادر پایش توی کاباره برسد. اون وقت من مثل دراکولای خون آشام خونش را بمکم. شیفم شد؟ بله بله. خیلی خوب. ایوه خدا مرگم بده، نکنی رضا این طرف ها آفتابی بشه. سلام ببینم این پسر گردن کلوفت مردنی این طرف ها پیداش نشون. اصلا خیال نمی کنم زنده مونده باشه. اگرم زنده مونده باشه شیش جایی بدنش تو گرچه. شیش جاش کم پسر احمق باید توری بچ باشد، فهمیدی یا نه؟ اگر دیدین از پسش بر نمی آین من خبر کنیم. همچین بزنم که دندنهش بره توی روده بزرگش. خدا آقا بعد آخرت این یارو رو بخیر کنه. اتول خان بعد دندونی واسه شیش کرد. باز به اتول خان خبر بدیم. آره. بالای تو پولدار به نظم خودش قربانش برم فدای قدش بشه فمیلهی. سلام بر لوژنشینان. سلام عرض کردم قربان ارادتمندم اتول خان. باور بفرمایید قرین افتخار فرمودید. من باید افتخار بکنم که جناب عالی تشریف آوردید. کجا بفرمایید؟ بفرمایید بالا.
قربان لوج مخصوص بفرمایید برای مهمانای عزیزی مثل شما لوج مخصوص در نظر گرفتم. خب همینجا که واسطه میگی چه عیبی داری؟ اختیار دارید قربان با جان جناب عالی اگه شارگ منو بزنن امکان نداره اجازه بدم شما با آدمای معمولی قاطی بشی. خب اگه شارگ تو بزنم که جانت در میره اصلا تو هستی که اجازه بدی یا ندی؟ بنده مخلص جناب عالی هستم قربان. از کی تالا؟ از طفولیت بودم و حالا هستم و تا زمانی که ریش بنده پر ناف من برسه در بس شاکر جناب عالی هستم. بفرمایید لوج مخصوص قربان. باش تا جونت در. بفرمایید قربان کامرت بینه برمان نزدیک بود کفری بگم مخلص جناب عالیم قربان بفرمایید بیاین. سای خدمت میده آتا خان این یارو همون میشه نشم برر جم بابا این یارو همون چیزه بذارید من بگم چی آخه من میشه نشم میلیاردر آتا خان آخ کردی خدای نکردی ما یه چیزی شدیم و خودمون خبره نداریم. ربیت ربیت تنبلی بیکار کجایی تو دو ساعت دارم دنبالت میگردم. بله قربان بفهمید چه فرمشی برو لوج شماره پنج ببین علی جناب چی میل دارن فوری برگرد بیا. چشم همین الان. فقط یادت باشد از تعظیم و تکریم خودداری نکن که بزرگان برای اونها از شام شب تعظیم و تکریم کردن لازم و واجب تره. همین الان بودو ببینم یالا فقط بودو ببینم چی میشه. قطر خان نگی چرا نگفتی از ما گفتم بود. بر شیطان لعنت یه مردی حسابی بجنگی اینجا مزاحم من بشی برو اونجا با دربان سفارش کن که امشب آدمای بی سرپار اینجا را ندد. حتی اون بی سرپایی رو که من بخون اون تشنه هستم برود و فردا شب بیاید که امشب من وقت کشتن اونه ندارم. فهمیدی یا نه؟ ما میخوایم همینه بگیم اتول خان. عجب بدبختی من گرفتار شدم. بیا برو دم در با پا بودو بودو اونجا رو بگیرین. یلا ده یلا خانه قرابای مزاحم چی شده ربیه بودو من نسل لنگر ندست بودو ببینم. بله قربان چی شد رفتی بالا سر زدی؟ چی گفت؟ یه پنج سیر عرق یه لوبیای گرم و یه دونه دوغ قربان. یه پنج سیر عرق یه لوبیای گرم؟ بله قربان. با نظر من حتما میخواد با من پولیتیک بزند میخواد من امتحان بکنه دی سر من شیره با مالد. اما من از اون زرنگترم تو بیمیری فوری با پر برو آشپزخانه بگو از هر غذا یک پرس از هر مشروب یک بوت از هر میوه هم یک بشقاب پر کن بردر بابا برایشان. چشم. اگر پرسیدن جریان بله چی هست بگو دستور مقام ریاست است برو برگردم ندارد بله به حرفشم دیگه گوش نمیگو بودو فقط بودو وانست سفر همینجور داره گیش 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 بله برو بله ببین چه بد برگردم یه تو دست من میلنگد بد بختی بیش رو چون گرفتار شدم من نه او سلام سلام عزیز بهتر از جانم کجا به این زودی؟ دارم میرم خونه. خانه؟ تو مگه مرغی اول شب میخوای بری بخوابی؟ امشب برای من مهمان عزیزی مهمان بسیار عزیز البته نه عزیزتر از خود من برای بنده رسیده اینا چه برداشتی آوردی؟ بازم عوضی اشتباهی آوردی من که اینا رو نخواستم اما شو بردر ببر یه چیزی دیگه گفتم بیاری نه چی؟ دستور مقام ریاست رو چونه چرا نداره؟ مقام ریاست دیگه چه خریه؟ بنده هستم قربان شما برم الهی سلام نامزد بنده رو معرفی میکنم قربان ایشان درسم برنامه رقصم اداره میکنم بله بله دماغ نامزد بنده چه زود بوی پول فهمیده وظیفه شما همین بود سفرش کردم من وظیفه‌مو خوب بلدم تو برو به کارات برس از پذیرایی متشکرم این مرتکی خم و راست شو کی بودش؟ ایو نشناختی اتول خانه دیگه اتول خانه؟ آره شما هم مخوره چرا قطع شب اگر مزاحم من بشیم میزنم دک پوست له میکنم فهمیدی نه یه مهمان ناسلامتی عزیز داره بده حواس من جمع باشه باز امشب چش شده؟ جمع تونم نمیگم که بیا تا کسی نفهمیده و گندش در نیامده اون یار اتول خانه سر نرسیده ها بلند شو فلنگو ببندی من میترسم گندش در بیاد خیلی خوب جانم هیچ وقت به این راحتی اینجا نیومده بودم به خدا من اینو برمیدارم به رسمی یادگاری چطوره؟ ببینم کسی نه باش نه الحمدلله کسی نیست اونو ویسی کیرم برداره بیاره ما چه موف خوردیم و در رفتیم شما هم باشیم بریم زبانت گاز بگیر میزنم تو سرتا با دستور من و زنانه آمد سری میز مهمان من یه دقیقه نشست حالا که رفتم رفت با کلی رفت تو هم خیال کردیم من این شولی ولش کردم بعدن هم دیگر میبینی سلام قربون
تنه نشای مفخوره ندید بنده عرض کنم. عرض اون سر تنه بخوره. پس شما چی کاره بودین؟ چرا گذاشتین بره؟ چرا؟ چرا؟ عرض ما هم همین بود دیگه قربون. مهمون شما همه آدم بی سر و پای بود که در غیاب شما با فرشته خانم ریخته بود رو هم. یه دفعه از این شوخی ها بکنی یا راستی تو رو میکشم. شوخی چیه؟ راستش گفتیم والا. پس چرا زودتر با من نگفتی تا با مشت دک پوزش له بکنه؟ صد دفعه خواستیم بگیم شما اجازه ندادید. چرا نگفتید آخه؟ حالا فهمیدم چرا موقعی معرفی کردن نامزد بنده و مهمان یارو رو ماچ کرده. بلایی به سرش بیارم که مادرش با ازش گریه بکنه. مرغان هوا با حالش سکسیفون بزنن. بدانین و آگاه باشین شما. فردا شب اگر من تو این کافه نیامدم بدانین به جرم قتل هم در زندان غصب سر میبرم. فردا ممکنه روزنامه عکس منم بیندازن. بخانین میزنم دو سرت. ای خدا چقدر خندیدیم از دست این بطول خانه با اون سیبیل یک سانتی متریش. آخرشم نفهمیدم ما رو با کدوم وقت برگشتی عوضی گرفتی. خب دیگه منم با تو میام. وا چه حرفو. آخ خدا تا کی بمونم از فریش جانم جدا. شب خوش. شب اوی می فکری من بلند کردم. بده من گفتم که بلند کردی. نگفتم ببر کنی خوابای هولناک ببینی. خوابای هولناک ببینی. من خودم رو ببینم کافیه. آخی فکری مزدش کن. شبی چرا اطفال بریزی؟ آخه ناکس چه موقعی بنزی تموم کردن حالا چرا؟ بلش کن اصلا به من چی؟ سوگی چشم بیداد بینداز دو نه نمیدازد دو درش میبنده میذارم همین جواش مال آقای داراست به دستی که دانا باید بیفته لازلج تو هم که شده ها پیاده میرم از پالایشگاه آبادان بنزین میارم. به چشمم روشن. حالا چه اوالی میره دارن سیر میکنن. اینم گی ماشینشه. چنان شکمی از جفت تن سفره بکنم گی هیچ رفوگر اینه توانه اونو بس بزنه. باز این وجدان بی صاحب ما مثل خروس بی محل زد زیر آواز. من بلای اینکه ثابت بکنم مار نیستم اوتول خانم صبر میکنم. هیچ عیبیم ندارد باشد کاریم که ندارم. میمانم سرما نخورده بودم میخواستم زجر کوشش بکنم. حالا اگه سرما خورده ما پوستش میکنم بعد زجر کوشش میکنم. باشد من که این خانه رو خریدم برای این کلیدم برای خودم. صبح شد پیدشم سلاخ با که اینو ندوز دیده باشن یه وقت. برو ببینیم یاره که دستم الان میدم این خدا کن سوی همین کمودی نره بگیرم. وای موچی گرفته نکم موچه هر دو ترم هم بشکرم یاره داره حمام میگیره. همونجا الان حمام خون را میندازم. ادنس
بزنی مردکه کثیف کجا است؟ رضا رو میگی؟ من چه میدونم، باره بیرون لختم. خیلی خب من میرم الان، تو هم فوری بیا بیرون اونجا، میخوام تکلیف منو با تو روشن بکنم اینم چی کارم. یالا اینقدر برای من جهنماز اف نکش بودو. خب چه میگی؟ اون کجاست؟ این مردکه کجاست؟ منو رسوند و رفت، بعدش هم رفت دیگه. پس اینجا نیست؟ ره توی یه علف زن میخوای سر من شیره با مالی و من سیاه بکنی ها؟ اگر اون اینجا نیست پس اون ماشین صابونی اون دمه در بالم. بفرم نگاه کن مردک زنده، ببین با چشمایی تو. بفرم نگاه کن، بفرم ببین، ببین فقط. کو؟ اونه دیگه. اینجا ماشین منه. فهمیدم. خب دیدی خیر باشه. خب بله دیگه، خوشگل که بودی حالا جادوگرم شدی. مهمان کثیف بنده را غیب میکنی، هیچی ماشینش هم غیب میکنی. برو بابا دلت خوشه ها. فرشته جان قربان اون هیکل تو برم من الهی، از من گوش کن، گول این مردکه این میلیونر قلابی رو نخور، اون با درد تو نمیخوره الکیه همش. پس تو عوض میلیاردرها گرفتی ها؟ تفلک رضا میلیاردر کجا بوده؟ آه نداره که با ناله سودا کنه. خب پس حدسیات بنده درست از آب در آمد. اون میلیاردر معروف کلکباز و حقباز خودش الکی و بی خودی بی خودی جای راننده جازده. تو کجای کاری عزیز من؟ اون با اقسام انواع مقشوقای داخلی و خارجی، شرقی و غربی، شمالی و جنوبی سرکار دارد. اون تو رو برای اعمال مقاصد شوم خودش، برای تکمیل آلبوم خودش میخواد. تو یه مردی میخوای مرد باشد، کبارداری مثل من باشد، که با درد زندگی تو بخورد. قربان تو برم، بپر برو دوتا کلم حرف بزن، کلک بکن، خیال دم راحت کن، تمام شد رفت بیکارش. امشب قرار رضا بیاد کافی، زیر زبونشو میکشه. خب اگه به من دروغ گفته باشه اونو با همه خوبیایی که داره ول میکنه. ای تاجر عمده یه پن به خدا بگی. خودم بگیرم. آره این تو خوبه، منزلم با خودتون بیاری. نه من میارم. خودگونی شما حتما. نه حتما خودگونی شما. دو شبه که نیومدی، بترسم واسش اتفاقی افتاده باشه. نه ترس، نه ترس، بادم جان بم آفت ندارد. اون سر ده تایی مثل من تو رو کلا میذاره. قربان تو برم الهی، من سه چهار نفر مامور کردم که بگردن آدرس منزلشو پیدا کنن و برای بنده بیارن. همین که آدرسش به من رسید، بنده به اتفاق جناب علی راه میفتی میریم اونجا تا از نزدیک دم دستگاه اونو ببینی. اون وقت بفهمی که لقمه گنده تر از دهنت گرفتی. جانم من یه لقمه کوچیکتر بگی تا از گلوی تو برات پایین ده. بلند شو جانم، بلند شو، قربان تو برم. نوبت برنامه بعد با تو. پاشو جانم، پاشو بورم، قربان تو برم الهی. پاشو، پاشو عزیز دلم، پاشو. میدانی که من هیچ وقت بعد تو رو نمیخوام. قربان تو برو شیطان بلا، برو جوان مرد، برو برو جان. سلام شیرین یا روبا، آدرس خونه شونه. نمیدم بیور زهن نکنه، شما هم من دست انداختیم. بیور زهن من شما رو فرستادم آدرس منزل بیاره یا آدرس خانه ره. منزل خونه یکیه دیگه. خب منم همین میگم دیگه، میلیاردره آدرس منزل و خانه شن یکیه. بس من چیکار بکنم؟ بگرمی سرگوش یا بدم ببینم چه خبره. شما ها ببینم مواظب و احوال باشین، آب از آب تکان نخوره دا، وگرنه پوستتن قلفتی میکنم. باره من میرم برمیگردم. شرفم شدی چی گفتم یا نه؟ باره کلبه ما خوش آمدین، بفرمایین. ویلکام. تعظیم کن بیشتر. این آقا لباس هست خیلی خیلی قشنگ. ای بینه داره. امو جان. جان امو جان، این منزل خیلی قشنگ هست. آقا قابلی نداره این منزل، ما از اینا زیاد داریم، اینه بخشیدیم به این تازی. آره نه نه تا بی تا پوشیدی. هلو هلو این چیزی، این وقت ناراحتت نکنه. حالو منظورش گلو ها. این
این خانم کی از همون نه؟ این خانم چیزه، اون کیز مادر، اونی که میذاره تو ننو تکون میده چیه؟ مادر دیگه. بله هلو هلو هلو، مادرمی مادرمی ننمی. سلام، من دکتر پول اندرسون هست. خوش، این که اسمش خیلی سخت حساب برده. من باش قرار گذاشتم اسمشو تیکه پاره کنم بگم پیدی پیدی. شما آشم مثل سک فیر فیریه. شما حتما با من دست کنم. بچی طوره سکرش ما دم سوخ دم شم آهار و خاموش کنو بندر فرامور. هوشیار بیدار، جناب آقای آتش افیوز و بانیو واید می شود. رفلر می کشی ناز و منتش، منبع انرژی و حرارت. این آقام اجامت، این آقام حکایت. حال شما خوبه؟ خانواده بنده کلی کلی خوشبخت شد. من در آسمان دنبال شما گشت، در زمین شما پیدا کردم. من در آسمان چیکار میکنم؟ من در روی زمین. شما اجازه داد من شما بو کردم؟ بو کنید خیلی شکرم. میگی بو کنید؟ کدای من بوی نفت هست. شما با من قرار داده فروش نفت هست؟ بنده آسان پی 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 چی معامله بکنم؟ روزی چند تا پیچ میخوایی واسد بفرستم؟ شبه میبونی قرار داد شکنه نداری؟ بفرمایی تو. چی شد آقا؟ بفرمایی تو. عیش میکنم بفرمایی تو. ایالات متحده تم با خود ببر. الان میام خدمتتون. پیتی والا نه بودم که آقا رزا کم نه بیچاره بودتون. خواهشی میکنم بفرمایین. جناب آقای سیاخ و دوره شاتویی و بانو واید میشون. گوشت بی استخون و با استخون داره هم راسته و رون و دست تو دنده. حالا یک کیلو یک گوشت قیمتش چنده؟ نه به تو مربوط، نه ایشون، نه بنده. جناب آقای دستوز نژاد و بایو واید می شوند. معرفی می کنم این جناب، این حضرت اشرف موسی تطب، بزرگترین صادر کننده چرم، چرمای شیک و نرم و راحت و گرم. کارخون جاتش قابش می دوزن، بی اینخ دولا و درفش سوزن. اوی ننه، یکی از تجار معروف. شما آقا و کنو کلی کلی جلب هست. ایشان تاجر کفش عمده هستند. چون بنده و بایو مشغول تعمیلات اساسی چند جفت کفش پشنه این تخت بودیم، کمی دیر
آمدیم ولی کار من که تمام شد مثل شیر آمدیم. این بارم جناب آقای پنبه‌چیان و بایون وارد می‌شوند. دست این حضرت پنبه خیلی رفقا رعزت بله جناب آقای اوتولخان کبردار معروف یوتولخان کبردار معروف واید می شوند. این ناکت کی درد کردی آخی؟ من که می شناسمش میگه چیچی از قاتل از جوان شه همش هم رعاشه مثل برق استفاز حاضر میشه هر کجا که سور ساتی باشه. اوتولخان کبردار معروف یوتولخان کبردار معروف واید میشوند. این ناکت کی درد کردی آخی؟ من که میشناسمش میگه چیچی از قاتل از جوان از هر آشی کار که دعوتش همش هم رعاشه مثل برق استفاز حاضر میشه هر کجا که سور ساتی باشه. صاحب کبر های فراغون قاتل از جناسای بیدبون دائما مشغول سرکیزه خلق الله است حضرتش در فن سرکیزه ما بیها است الکپونو ارسن لکن کدومه تا این جناب هست برشون تمومه. سلام عرض میکنم مدمزیل خیلی خوش آمد. سلام شما کلی کلی خوش آمد آقا. مگه شما هم دیگه رو میشین هستین؟ او یس ما با هم در هواپیما با هم آشنا شد. ایشان همون میلیاردر معروفی هستن گی طرف قرار داده جناب عالی هستن. بله آقا میلیاردر معروف هست. بله میلیاردر معروف میم ویلیاردر معروف. آخه اشتیکن کجایی که بشنوی و شاخ در بیاری قربان باشه این ایوه خاک بسلم مامان جان ببین کی داره میاد مثل این که چیزی المسنه شیطان داره میاد میترسم گندش داری بیاد آره من میرم دست رو سرش بذارم آره چیزی بیا اینجا جلیل بیا اینجا چیزی آره گندش سلام عرصه آره جان سلام جلیل آره جلیل انشالله میشی جلیل ببخشی داشتم خرابت میکردم پیشکار سابق بندی ایشون پیشکار سابق من هست آقا من از دیدار شما کلی کلی خوشحال شد مادمازل این حقیقت داره که شما تصمیم دارید با شرکت آقای دارا قرار دار منابید او یس بله حقیقت داشت من دست شما بوسید شما هم چیزی بیکار نمونی باز اوشت اشتباه شد تا کور شود هران که نت باندید شاعرم شدم بخدا این برزات در ما بزر شما خسته هستیم به نظر بیا که خیلی خسته هستیم من خسته نیست من خسته نیست من مسئولیت دارم شما بخدا بگه نت معاملات خارجی بند بفرمن شما از کنید کجایی در ما امیر گوتو بدینی شما آره خانم خسته هستم و میخوان استراحت کنن بیا این جلو و دسته بزنید بگر نه کرایه لباس رو خودتون باید بدین بیا این جلو تو که نفهمی تو که نفهمی بفرما شب بخیر شب بخیر بابا بابای مامی بابا خب رسیدیم پیاده شو جان بیا دنبال من بیا بفرما این هم منزل اون میلیاردر معروف که عرض کرده بودم من که با
باور نمیکنم این خونه یه رضا باشه. برای اینکه حرفای بنده به جناب علی ثابت بشود که خلاف فرض نکردم، جناب علی زنگ میزنید یا بنده زنگ میزنم؟ هیچ کدوم. اگه مچگیری بی سر و صدا نباشه که مچگیری نمیشه. خیلی خوب، پس جناب علی قلاب بگیریم بنده سر دیوار نگاهی بکنم، شاید کمی بی ضرر نباشه. من قلاب بگیرم واسه تو؟ بنده میگیرم، شما نگاه بکن. بفرما جانم، بی عزیزم، یواش. اوخش، ای کمر من، گذرش بگیر، سوکر گذرش بگیر، کجا کمر من شکست؟ ای حق باز، دستش تو دست اون دختر فرنگی هست. اگر لبش رو لب یارو بود، بنده بیشتر لذت می بردم، قربانت اومده. بنده یه آقاره به سوک. بنده گرم می سوکم، قربان تو برم. ای بی بوته، بابا بابا، این شانی بندش قربان نشانی اون بی بوته داری جفته کرگوش گیندازه. آره بیار پایین تا جلوی ماشینشون رو بگیرم. یه قدر دیگه سیر تماشا کن تا جای شبه باقی نماند. گم شو تو هم. ای بایس جون، چه نازی. مثل که تمام هست، برو به این میتونی به تورش بزنی. برم اینم چی میشه. اکیم 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 شما سیگار میکشین؟ نو تانکس. حالا یکی بکشین. نه من دوست ندار سیگار. تب تب. شما خیلی نازی. نه Can you speak English? من زرگری بلدم. شما بلدین؟ نه خیلی، من زرگری بلدم، اون وقت بعدش هم دریوری هم بلدم، ری بلدم. بیا نه چیز زرگری یادش رو خواهی بگی، موقعتم یه بعد زرگری یاد بگیم. زبانه زرگر چی هست امو جان؟ امو جان همینجور هست که شما دید، حالا لازم شما یاد گیرید. تشویق بیار پایین من یاد. جدا اینکه خیلی عالی بوده. به من که کلی کلی کش گذشت آقای در حضور عمو جان. به شما کش بد نمیگذره دختر جان. آقای دره با 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 چشمم روشن، دختری بی حیا داره پسرم رو مات میکنه، نفهمیدم چی تو شد. باریکلا. مامی باشد حالو رضا. حالی چطور؟ خداحافظ شما. کجای کاری؟ حواست با من باشه. برای یه ماچ خوشگل زده است. پدر خدا بیامرزد که امیدوارم نور به قبرش ببارد. روزی صد تا ماچ اسمم میکرد، اما من خوشگم چرا به من میمه چی شد؟ پسر تو هیچ معلومه کجایی؟ رفته بودیم محوزه. دختره معصوم صبح تلا چشم براد نشسته. کدوم دختره معصوم؟ کدوم دختره معصوم؟ من چی میشناسم؟ الان اونجا نشسته است. برو ببین کیست. دبرا مجنون. ببین کار ما دختره حالا دیگه برای ما صفه میکشم. بری ببینیم. خداحافظی شما. مامی دکتر با آقا چی کار داشت؟ چی میدونم والا، این پسره پده سخته من، خوشگلی واسهش باعث درد سره شده است. تموم دخترها دوره براشو گرفتن، این دوره زمونه ایمونی. سلام.
چه سلامی، چه علیکی؟ سلام فرشته جان، کی با تو بوده؟ ببینم مگه فرشته خودش زبونه نداری؟ فرشته جان با تو قهره، در ضمن بنده بلنگوی ایشانم، اگه حرفی داری با بنده بزن. واسه چی قهری ای فرشته من؟ مگه از من چه گناهی سر زدی؟ چه گناهی از این بالاتر که خودتو به اسم آقا رضا شوفر جا زدی، اما دارای میلیونر هستی؟ فرشته جان، اگر یک روزی از بنده بخوان که مجسمه دروغ بسازم، من این رضا شیش خلباز مدل قرار میدم. بس که دروغ بگه، دروغگو، دروغگو. تو خفه شد، ببند در اون کربن سره رو. فرشته جان، به مرگ عمود، به جون اون چشم عبرود، نامرده باشم اگه دروغ بگم. من همون آقا رضا یه شوفری هستم که از اول بودم دیگه. بفرما، شاهدم از غیبه رسید، بفرما. بگو تو یادت نرفته. نری جون، خوب کاری کردی اومدی. تو رو بر وای خاک آقام قسمت میدم، بگو به اینا که من کی هستم. پسر من. که بله، همه میدونن شغل بنده چیه. آدم میلیاردر چه شغلی؟ بفرما، اینم از خانم والیده آقا رضا. تو خفه شو. نه نه، تو دیگه چرا؟ من میلیاردرم. قصه نخور، اگرم نباشی ان شاء الله میشی. آره همه تو خدا دیوونه شین، همه دست پیچی کردین که منو جلوی این روسیاه بکنین. آره نشدس. ای وای فرشته، گولشونه نخور، من به خدا دارا نیستم. من همون آقا رضای گول هستم. آره آقای دارا دیونه. بیا بیا عشق من برای رفتن به بولینگ آیم ریدی. بحبه چشمم روشن. حالا دیگه آقا با دختر فرنگی رو هم ریختم. فرشته جون به خدا باور بکن که ماده من... سر به سر اینا نزار. دختره معصوم لخت و پتیس میتاد. بیا برو نه با خب من پس من میرم. تو به اینها به اینا بگو که من کیم. این که گفتن نداری. جان من خیلی بدبختم. چرا بدبختی عزیز دلم؟ مگو جول خانه تو مردست، قربان تو برم. خب برای این که از غصه در بیای بنده پیشنهاد میکنم که محضر رفوری انتخاب کنی حرکت کنی. سر به سرم نظر که حوصله ندارم. محضر که حوصله نمیخواد، محضر فقط شناسنامه لازم داره، قربان تو برم. خان بلم کن، من تو تکلیفم با رضا معلوم نکنم نمیتونم هیچ تصمیمی بگیرم. یه مرده که جلو همه آب پاکی ریخ رو دست تو، دیگه چه تکلیفی روشن بکنه؟ اون بنده استم که باید تکلیف روشن بکنم. پس بنده محضر انتخاب میکنم. بله بله، شغلی فوری کار یک سره بکنیم، قربان تو برم. یالا بله امغام. الو شما کی باشی؟ تنکس. خب باشین چیکار بکنم؟ گوشی تو دستتون باشه. بیا تو رو میخوام. کیه؟ الو هلو. با تو نیستم، با اینم. خب بگوشم، بگو دارم از پشت باجه با تو صحبت میکنم. باشه بیا اینجا، کارت دارم. بلا میام پیش دختر سکه یه پولت میکنم، فهمیدی؟ بسیار خوب، الان تشریف میارم. خب اینی طوره هم من عرق سگی میخورم، اما اینجا نه، جایی که دست کم یه مرد پیدا بشه بگی به سلامتی. نه بله، من مردونگیمو به تو ثابت میکنم آقا رضا. فکری نمی کنم از محالاته. گوش کن، تا کی میخوای برای چندرغاز حقوق شوفر مردم باشی؟ فرشتار چیشی رو؟ دستی تو. مگه پدر خدا بیامرزت که عمرشو وقف خدمت به آقا کرد، آخرش کجا رو گرفت؟ خب معلومه، رفت لای دست پدرت. دوست داری یه تاکسی برات بخرم که شوفر خودت باشی و ارباب خودت؟ خرم خودتی، سلام لور بی تمعه نیست. من از تو چیز زیادی نمیخوام، فقط میخوام کاری بکنی که پیگی قرارداد $1,000,000 با شرکت من ببنده. فکری نمی کنی زیادی بشه یه وقت تو گلو دیگیر بکنی؟ در عوض تو هم سویچ و سند تاکسی رو تحویل میگیری. آها، اون پیرمرد بیچارم اونقدر تو زندونه بمونه تا ریشیش به نافش برسه. نه داداش، ما اهلش نیستیم. سب کن بنال، تاکسی به جای خودش، یه تعمیرگاه مجهزم برای دایره. خب حالا شد یه چیزی که تاکسی خودم و مجانی تو تعمیرگاه خودم تعمیر کنه. عجب آخری هستی. پس وجدانم چی میشه؟ بله که وقتی مثل مال تو به روغن سوزی افتاد، دیگه تو هیچ تعمیرگاهی تعمیری نمیشه. برو روی تو خدا جای دیگه حواله کنه. برو. اگه پیشنهاد منو قبول نکنی، کاری میکنم که مثل سگ پشیمون بشی. چی؟ هن؟ سگی کی باشی؟ ببخشیدا، احمق. عزیزم تو با تمام سرنگیت از پس این راننده آسمون جول بر نمیاد. دیگه که سر من نجوشه، میخوام 70 تا سر سگم نجوشه. باید هرچه زودتر برم کوس رسواییشو بزنم. بسیار خوب، شما لازم شرایط فروش نفت برای من تنگ کرد.
از کنم که ما لیتری میفروشیم لیتری 2010 پیمونه 20 لیتری هم داریم که قیمتش میشه میشه 5 تومن. پنج زرم هر پر قدم داره میکنه به عبارت 5 تومن 5 زر. نفهمی تر بشکه چیه یه چودگاه؟ بسیگی داره که بشکش با چند تا 20 لیتری پر بشه. شما نفت با چه وسیله حمل کرد آقا؟ معلومه دیگه با گاری دستی. گاری دستی چی هست؟ منظور شما کشتی هست؟ شما به چهار چرخه ما میگین کشتی؟ بله همون کشتی. کجا؟ ای آقا با شما ما نگاه کنی وایسا ببینم ده وایسا ببینم مگه اینجا تبیلت که همیجه سر دو انداخته پایین و بارد میشی؟ کجا؟ پالتوش و کتش رو نگاه کن خاک به تو سرت کنم باید ببخشید مادمازل من با شما یه کار فوری داشتم برو حالا مادمازل وقت ندارم مگه نمیبینی تو معامله مادمازل باور کنید اینا همشون یه عده شالاتان و حق بازن بدم خدمت تو پگی جون گوله حرفا اینا نخوری با یه خورده از مخرا هست هیچی توش نیست همش رفتست آره مارک what's the meaning یعنی چی هست راحت به انگلیسی چی میشه یعنی که طرف خودت دیوونه هست مینه ها پگی خانم گوله حرفای اینا رو تیه که تعطیل شده اینا برای $1,000,000 شما نقشه کشیدن پدره تو در میارم ای پده سوخته ای پسته وامونده پگی جون بشنو و باور نکن ای پس فطرت صد تو چاقو بسازه با یکی دست نده من به شما ثابت درست آره دیگه نگفتم که بیا فقط کافیه با من بیاین تا شرکت بسته دارا رو بهتون نشون بدم یس این پده سوخته میخواد ثابت کنه خب من با شما آمد شرکت آقا گوله حرفاشو نکن دختر اتومبیل حاضره میخوای بری حرفای من همش بادی هوا بود شنوندگان عزیز یعنی ما کارمندان خدمات اشتباهی منظور جمع کردن اشغال های مثل شما به اینجا باز کردن تئاتر اینه تئاتر لاله‌زاری است جناب علی تلفن میزنی جناب علی ماشینی میزنی حضرت علی دوسی تا دور میزنی خدا نکنه تو دلخور باشی اگه دلخوری تو بر میزنی تو هم تو سرش میزنی لیمبال 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 چه گلو این تو میبرن گلو با این چی بود؟ اینطور نمیبرن آقراشا اینطور نمیبرن چطور میبرن؟ این بلده چطور ببرن نه؟ چطور میبرن؟ گلو اینطور میبرن با ناز و عشوه میبرن اینطور و اونطور میبرن این پس خاک بر سر میبرن بده من گلو اینی جور میبرن اینجور رو اینجور میبرن بفرمایی خانم امری داریم؟ شرکت اگادارا اینجا هست اگا؟ بله خانم پس تمام حرفای شما همینطور دروغ هست؟ مثل این که حتما کلکی تو کاره تشریف بیارید تو معلوم میشه بفرمایی خواهش میکنم تنکس نخود نخود هر کی رود سر پوست خود بله برید اومدن سلام عرض میکنم سلام خان خوشگله به شرکت تجارتی دارا خوش اومدین بفرمایین صفا بردین مال خودتون بفرمایین کلی کلی گشنگ از کنو بیا همش حقه بازی بفرمایین تو خواهش میکنم بفرما شرکت درش تخته شده بود بفرمایین تا بهتون نشون بدم پس این آقا دارا کجا هست؟ من که گفتم آقای دارا الان توی زندانه اینا همش حق بازیه بفرمایید تا اتاق خالی آقای دارا رو بهتون نشون بدم بفرمایید اینم اتاق خالی آقای دارا سلام عرض میکنم خیلی خیلی خوش آمدین نیسه کارم بفرمائیم آقا دارا هلو
تا اینجا هست، من خیلی خوشحال شد. هلو مای فرین لیدی، کامان اینو درک پدرشون تو آزاد هست، سالم هست. مگه قرار نبود آزاد سالم باش من؟ تو رو خدا بیا این طرف، این بابا داره بابا میگیری، نکنه گول حرفای اینه بخوری، این همه رو گول زده. گول زده؟ آره، میدونی چهرازی هم داره دنبالش میگه، ولی نترس، پار دومش نذاری دیوانه نمیشه، دیوانه بی خطریه. دیوانه تو هستی که بخوای با اینجور کلک و حقبازی ها این خانم محترم رو گول بزنی و باش قرارداد ببندی، ولی اینجا رو کور خوندی. چخی چخی، برو برو، حواره کسیف کردی به شرداریم کلی زرد، برو بیکارت. حالیت میکنم آقا رضا. هیچی غلطی نمیتونی بکنی سیداش. آقا دارا شما لازم کلی کلی مواظب کد بود. من بو خدا خیلی وقت مواظب کتمم. چیته عزیزم؟ چرا اینقدر دماغی؟ اون پسر عموی بزن بهادر و چاقو کشت کجاست؟ شماره تلفن محل کارشو دارم، چی کارش داری؟ وجودش لازمه. خبرش کن با چند تا آدم گردن کلفتر و نخاله تر از خودش بیاد اینجا، هرچه زودتر بهتر. باشه، اما باید شب بهش تلفن بزنم. الو لخشو بیا جلو جان. الو دمدر بد بیا تو. بی زحمت گوشی رو بدیم به ستار. ستار که داخل آدم نیست، خود بنده مقام مدیریت کاباره هستم که فرمایشی دارین تا شخصاً به جنابالی خدمت بکنم. ستار سگی کی باشه؟ بی زحمت گوشی رو بدین به پسرموم ستار، این بهترین خدمتیه که میتونین بکنین. ای بچش بچش، گوشی خدمتم باشه، اصلا صداش بکنم. یه ستر بیا اینجا ببینم، یه کلک ببینم تو دخترموی بین خوش صدایی داری، چرا قبلا به بنده نگفتی تا شغلی فراخور حالیشم بیشم بدم؟ آقا بسر بده بگی صحبت چون چون قرمش برم دخترمومه. انا سلام علیکم دخترمون، زله خودت آقا جلیلتم، با کسی سرشاخ شدی بیام شاخشو بشکنم؟ با چند تا از رفقات پشو بیا اینجا جلیل، کارت داری؟ مونا بیام توش هست دخترمون؟ بله. تا چشمم بزنی اونجا لابود میخوای بری؟ ها با عزه شما. والا بنده چنین اجازهی به کسی نمیدم، ولی تو چون دختر عمو داری میتوانی بری و زود هم برگردی. چش بودو ببینم. برو بریم. یالله سوز که دود از کله آدم بلند میشد وقتی آدم میبیند که بعضی ها قدر دختر اما خودشان نمیدن. بسیار خوب، نفری 100,000 تومن. این آخرین حرف منه. باشه، واسه که فامیلیم قبوله. وقتی ما دختر فرنگی رو دزدیدیم و سعید سالم تولیتون دادیم، دیگه کار تمومه؟ نه، ما باید با کمک هم وادارش کنیم که حواله 1,000,000 دلاری رو بنویسه. وقتی که حواله از بانک وصول شد، کار همه تمومه. دختره رو هم آزاد میکنیم که بره. ما هم شو پیش بیه ای شلو کنی سیف کنی نه بپوش کنه بپوش. مردم از بس تعویزی لباس کردم. در اون رو بود کردم. خاک نتیجه چی شد؟ نیاوردی گزارش تو؟ کو یارو که کمربند عفت داشت؟ نداری؟ داره هنی کمرش. برو میبینم اون تو، برو میبینم. از فریم قصاب خونه اینجا گوشتم گیر نمیاد. آخه یه تجارت رو حساب میکنی اینم کلاه اینی لگنی شده. برو بینی برین لایه دست اربابتون. یواش آقا جان یواش، چه خبر شلوغش کردی؟ مگه اینجا مردشور خانه سی برای من تون جنازه میاری؟ جریان چی شده اصلا؟ حرف بزن ببینم چیه جریانه. بگو تاریخ رو ببینم. حرف بزن دیگه آقا. نه از منه بپرس نه چه بزن آخر دیگه دستم چرا میزنی نبوزن من نزده این قد قمیش میاشه ببینم چی فرستاد آخه نانیتی من چی میزنم قربانی دوبارم حالا دیگه گردن کنفتاتو میفرستی خونه که مثلا از من زهر چشمه بگیرن هن من
آقا با مرگ بچه های من چشمان من کور بشه و اگر من خبر داشته باشم من چی میدانم اصلا؟ از کدوم خری فرستادی؟ من نمیدانم آقا زالو مالو آقا شما را من فرستادم که بریم من آقا تن لشا چرا لال شدین؟ چرا لال شدین؟ حد بزنین حد بزنین دی دیدین آقا دروغ گفتن جوان مرده های بی پدر مادر الکی دارم با من تهمت میزنن یعنی شما سیام نکنه سیام نکن جنگ زرگری موقوف به خداوندی خدا اگه دفعه دیگه از این غلط ها بکنین پدر همه تونه که در میارم هیچ بابا تونه میارم جلوی چشمتون چشم بردن چشم بردن خیلی از عصبانی هستم میرم تو کافه تو احمق به سلامت بربان چشم برو فرشتگان دلم میخواد امشب این گردن کلفت پولدار حسابی خیت بکنی که از رو برود فهمیدی؟ دلم میخواد حسابی سنگ تمام بیزاری تا این مردکه گردن کلفت تو رو ببینه تو رو ببینه تو از غصه دیگ بکند دیگرید نباشه تو فقط حسابی برد سنگ تمام بیزار نگاه کن ریختش ببین برو جانم برو قربانت برم ببینم چی کار میکنی برو فدای تو باشه برو جان مرغال گذاشتی نا حالا وقتی این حرفا نی تا یارو سرش گرمه بریم دختر فرنگی رو بدوزیم دیگه فایده نداره اگه دختره رو بدوزیم میفهمن کار ماست اون وقت کلکمون کنده است گور پدر و تلخانم کرده و اون کابارش ول میکنیم میره بابادان این حرفا چیه اگه قراره بریم چرا فقط با نفری 100 هزار تومان بریم گاف صندوق و تلخانم میزنیم پس دیگه چرا معطلیم بریم کارا تمام کنیم چه کردی؟ خیال میکنی مردی؟
جونه تو حاجی زرنگ 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 با بد دل و بد جنگ. بری بمیری بری گمه بشی. جانم براو باره او گشته میری قربان خوش آمدید. مشرف فرمودید. میباشید که بد گذشتم. مرمت علی زیاد. بازم تشویش بیارید خواهش می. مرمت علی زیاد. مرمت. بسر بفر مشتری هم برش بوده او. ای والا حالا دیگه ما مرده شدیم. با اون همه دروغ و کلکی که واسه من کردی اسم مرد وسط زیادیه. اسم خودش رو من میذاره. دیگ به دیگ میگه روحت سیاه. زیادی باشه واسه نامردایی که از خوردن مال صغیر و کبیر اینقدر پروار شدن و دارن میتریکن. زیادی باشه واسه نامردایی که چشمشون دنبال ناموس مردمه. زیادی باشه واسه کسایی که حروم و حلال سرشون نمیشه. چرا واسه من که نه کلاهی کسی رو برداشتم نه دزدی کردم نه هیزی قانعم، یعنی قانعم به نون و دیزی. حالا انصافه که تو آبرو منو بیریزی. چه خبره برای شلوغ کردی؟ فرشته جان واسه جن باشه گول زبان چربنر بسره رو نخوریه. برخر مگه سمعریک لعنت. چند دقیقه ما رو تنها بیم، شاید همین امشب حرفمو باهاش تموم کنم. یعنی با زره رو بنده یا با نفع بنده؟ یا همچین نیم بنده. پس ایشان چرا داره میخندی؟ پول زیاد کلکشو کنده. در هر حال بنده توی اون اتاق منتیز که من هر چند کس من تسخیری سر نزده. اما اگه تو میگی سر زده خب لابد سر زده. حالا بیا و از سر تسخیرات ما با سرعت 150,000 کیلومتر عبور کن. تو وقتی که اون دختر فرنگی تو خونه توه نمیگذرم. عجب آدمی هستی. من میگم 150,000 کیلومتر سرعت بیا فیفره که من اولا پیگی پیگی به خدا میهمانه، میهمانم عزیز خداونده. سب و من پیگی پیگی پول داره، پول دارم عزیز بندگان خداست. پنج من که چهار من نداره بربای خاک آقام به جون ننم به برگ موتا. من با اون هیچ سری سری به خدا نداره. پس چرا من عقد نمی کنی؟ ها این شدی حرفی. حالا دست و بالم به خدا تنگه. اما با نقشی که داریم اجرا میکنیم. همین روزا پول کلونی تو دست و بالم میاد اون وقت عقدت میکنم. به چشم منت مهرت میکنم بعدم به چشم منت. اروای امهای تو بوزک نمیر بهر میاد کنبوزه بخیر میاد. اینه بیبین. بیا بذار پاکت بکنم. بیا تو را همه چی رو برا تعریف میکنم. خیلی خوب باشه. صبر بکن ببینم. نفهمیدم تو بالاخره با چهار تا کلام حرف بی ربط این پسره این نرخر خر شدی ها؟ باز که تو پیداد شد. بیا بریم بابا سر به کلش نگرد. چی شد؟ سب کن ببینم. بسیار خوب آقا رضا. اما بلایی به سر تو بیارم که مرغان هوا به حال تو ساکسیفون رو دایردن بوک بزنن. آقا رضا این میلیاردر گلابی فهمیدی؟ بسه که بند از پایین منو کسیف کردی. هیچ قطعی هم میتونی بکنی بی خودت میزنی. حالا میبینی آقا رضا بنده اون گردن کلوفتای مفتخور را برای روز نباده ها استخدام. حالا میدونم برای روزای کنه بعدا اختزام کرد. بیا بری بابا اینه برای دیدی. باش کی هست؟ من همام کرد میدونم. ببینم شما کار نداشت من اومد پشت شما کیسه بکش 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 چرک اومد انقض فیتیله. نه من نفهمی شما چی گفت مامی؟ خیر ضعیفه انگلیسی هم نمیدونت. به درک نمیخوای که نخوا خودت خودتا پشت. بسم الله رحمان رحیم. خدا جو قدی اتفاق افتاده است. بوی چی چی است؟ بسم الله این چیزا انقض خوشگل میشن والا.
آقا جلیل، اینم دختر فرنگی، خیالتون راحت شد؟ کسی که تعقیبت نه، هیچ کی تعقیبمون نکرد، زدیم تو سرش، بیهوشش کردیم، آورده میشه. بندازینش روی مبل. صورتش رو باز کن. این که والده آقا رضاست. ای ارزه ها، چهار ساعته که منو چشم به را گذاشتین، حالا که اومدین یه پیرزن برام آوردین. اگه نیست برای اطفارش این اون فرنگی ها بود، ما چه میدونیم؟ هنوز به هوش نیومده و متوجه نشده، بندازینش بیرون. ها یالا سود باشین، جمعش کن بینیم. مدبختی نباش. سود باشین تا به هوش نیومده، بندازینش بیرون، بجنبین. خیلی خوب. یواش سرش این برمبر نزنی به هوش میاد. جلال خالق، نصف شب یه من تو این بره بیا بود، چی کار بکنم؟ وی بسم الله الرحمن الرحیم، خدا مرگم بده، این چی چیز دارم پیچیدن کفه نست؟ نکنه من مرگوم شدم، خدایا بیا مرزا ببر، یا قبر بنی هاشم کمکم بکن. یارو مثل خارجی ها میمونه. کوشش، راست میگیم، یه کاری کنم. مادمازل اجازه بدین برسونمتون، این باعث افتخار ماست. بفرمایین بالا، خواهش میکنم. بفرمایین، بفرمایین دیگه، اینقدر لاز نکن بابا، بفرمایین. قربان قدم. سلام. سلام علیکم. وای، چرا ترش کردی؟ خانم معذرت میخوام، ما عوضی گرفت. عیبی ندارید، اول منو برسونین دم خونه و بعد برگردین اصلیه رو سوارش بکنیم. خانم چرا متوجه نیستین؟ ما وقتمون خیلی کمه. کم یا زیاد سرم نمیشه، به قولی معروف هستم و بیخ ریشتون بستم. برو بابا، ما حوصله یکه به دو نداریم، بفرما پایین. به جهندم که حوصله ندارین، شیگور گشته های پده سوخته، مگه من خواستم سوار ماشین دون بشم؟ خودتون خواهش رو تمنا کرده، پدر نامردا انگار نوبرش رو آوردن، بزن بریم. خانوم آده چه اینقدر فوش میدیم؟ البته که میدم، فوش که چیزی نیست، من زوکان اسفونیام، به خداوندی خدا اگه دیر را بیافتینا با این لنگ ارسیم کلا پوکتون آب کش میکنم. خیالتون رسیده؟ چشم کنم، آدرستون رو بفرمین. آفرین، حالا شد، برین تو آدرسم رو براتون بگم. چشم. بیرم دره رو ببندم. خداحافظ خانم. قربونی شما. خانم خانم شما زیاد ببخشید، نه نه بیاردن شما، ببخشید. چه خوب بودن نامرده کی بودن که باشون رفتی بیرون؟ فروشش رو نده مادر، گناه دارن. دست خوش ننه، دست خوش. یه عمر خودم و بابام آبروداری کردیم، تو آبرو ما رو به باد فنا دادی. ننه تو که خبر نداری، بی خود قضاوت نکن. چرا خبر دارم، به چشم خودم اون چی که نباید ببینم دیدم. حالا دیگه تنت به تنه هوس بازه خوردی، با ماشین شخصی میری نصف شبی میای خونه، چرا پالتو پگی پوشیدی؟ مو چیه؟ سب کن تو برات تعریف بکنم. سر شبی پگی رفته بود حموم، من حوض کردم کلاگی سرم بذارم و پالتوشو بپوشم، آیه خورده پوز بدم که یه باره که نمیدونم چطور شد تا به خودم اومدم اسهوش رفتم. آ وقتی چشام رو وا کردم دیدم تو ظلمات شب میونه بر بیابون که مادر چشمت روز بعد نبینه، نه آب بود و نه آبادونی، نه گلبنگ مسلمونی، این مادر مرده منو دیدن و آوردن در خونه رسوند.
زد. حالا فهمیدی ننه؟ راستی میگی ننه؟ دروغم چه چیز به خدا ننه؟ دیگه دارم از پا میافتم. خب حالا برو تخت تخت بگید بخواب. من میرم سر اون نامردی که این بلا رو سرت آورده. ننه شو به ازاش میشینم. دیگه با مادره نمیشه شوخی کرد. پدر سوخته ها. من همین یه مادر از تمام اجدادم برم باقی مونده. الوتی من چی کارت با شرافت مره ول کنم؟ اگه رگی داشتی که با یه پیریزن طرف نمیشه دیر با پیغمبر این وسلحه با بنده نمیچسبد. آخه چرتا بی پدر مادر اگه آمدن مادر جناب علی رو بردن بلای سرش آوردن شما میهید اینجا یقی منو میگیری من چی کارم آخه این وسط قربان تو برم؟ من این حرفا سرم نمیشه اگه گردن کلوفتای تو دست از پتا خطا کنن من میام سر وقتت اون وقت دیگه به مالت نمیزنم به جونت چش کراواتو مرا ول کن قربان تو برم چش چش دیگه فرمایشی دیگه نداریم بفرمایین قربان شما برم چش آی پسر یه دره تاکسی تو لوکس برای آقا بگی قربان بفرمای جانم بفرم این حرف چشلت بمونه چش بی قربان طلبکاری است بنده پدر من در آوردی بفرما تاکسیم که برای جناب علی گرفتم که خانم مبارکه باشد انشالله شنیدم که دستوال آقا داماد که تنگ بود باز شد اون پول کلانی که قرار بود با دستش برسد رسید همین روزها شیرینی عقد عروسی رو یک جا با ما میدهد ایوا تو رو خود راست میگی اتل خان جناب علی یادت سر شب گفته بود که نقشه ای کشیدم و با اون نقشه میخوام پولدار باشم اون نقشه نقشه سرقت گاف صندوق بی زبان بنده بوده قربان تو برم الهی بله جان چی؟ نه اوتول خان آقا رضا اهل دزدی نیست نه با اروای پدر پیشتر مردش نه نه از سایه بنده میروم کلانتری عارض میشوم اون وقت با دوتا مامور میروم در منزلش هنوز از در منزل بیرون نیامده اونه میگیرم و تحویل قانونش میدم اون وقت معلوم میشود که دوز هست یا نه اون وقت میبینی که من خودم اینی اعدام میکنم نه اوتول خان تو رو خدا این کارو نکن عوض پلیس بیا منو با خودت ببر من تتوی قضیه رو برات در میارم اگه کار کار رضا باشه پولاتو میگیرم و بهت پس میدم ننه با چه بلای سریت آوردم ننه دفعه اول منو جای پگ یعوزی دوزی از کجا فهمیدی؟ به گوش خودم شلفتم این دفعه دیگه ریختن خون اتل خان به خدا واجب شد نه ننه جون اصلا ربطی به اتل خان نداره این موضوع یعنی میگی کار اون نیست؟ نه ننه جون نه پگی رو آدمایه جلیل دوزیدن هن؟ نه مرد روزگار من رفتم دنبال پگی پگی ها نه نه منم با خودت ببر من تو این خونه دیگه نمیمونم دوزایی این روزگار خیلی بی خیر و برکت باش من رفتم لباسم عوض بکنم زود باش بیا نه نه تو باشه تو باشه من میرم در رو باز میکنم محمود بعدا میاد میبنده خیلی خوب فرمودید فرشته خانم جان؟ آره
دیدی خیال فرار داره؟ چیه؟ چه خبر شده؟ نه. ها چه دونست؟ اینجا جمع شده که چی؟ وقتی روز تو کجا اینه جا؟ اول شما جواب بنده رو بدید. حالا چه وقت جواب سوال پیگیر دوزدیده؟ ایوه نه. آره. صبر بکن صبر بکن ببینم. تو با من دشمن یا با پولای بنده؟ من با تو. پس چرا پولای مرا دوزدیدی؟ حق بازی میلیارد رو کلا بردار. چرا؟ من پولای تو رو دوزدیدم؟ نه خیر بنده دوزدیدم. ترمز بکن این لکاب پسر من نمیچسبت خطل خان. لکه مادر دوزی با من میچسبه اما لکه دوزی با پسرت نمیچسبه. آخه تو با چه درد من میخوری؟ حالا که اومدی خلافی بکنی یا راسترسی پولاتو دزدی؟ هر دوتشه. پس را بیخ دنبال من چون دزدای پولای تو با دزدای پگی من یکی هست. راست میگه ماشین به خیال فرار داشته باشی حواست جمع کن دنبال بابا تو دل با دل با تو جسمی برو سوارشو ببینم منم برم سوارشم. یواش بزن کنار. اینقدر خوب نزدی جان پسرت. ای ماشین پسرم نمالی. ماشین پسرم پسر تو کجا؟ بابا فکر میزنم بیا دنبال ما بیان جلو نیا. خدایا کارتو امضا کنی و خودتو راحت کنی. من گفت نه فقط با شرکت دارا قرار داد بست. هیچ وقتی یه بار نمیره باید یه بر آورد. ولی حیف ناکام از دنیا بره. دختر خوشگل تو دل برایه بهش دست ما رازیش میکنیم قربون. آره. نه پلیز بسیار خوب کمک کرد. دو تچمی کمک بهتون ننه زود باش اتار خان دنبال ما بیان داری دنبال ما بیان دنبال ما چهابی اینجا چی کار داریم؟ هیچی جان تو اومدین برای احوال پرسی تو بمیری. من شب میگیرم شرف نامرد پیگی کجاست؟ بگو بایلا میکوشم چی بلای فرشم من چه میدونم؟ بلم کنی بگو کجا؟ بگو کنی شما برونی توی لباسی که بکوش همین آمار جد بسید بده صحبت چه خبر شده بیام کمکی بیشیش بابا اینجا باید زعباتم پرد میشه بگو پیگی لباسیشی بکوشه برو ننه پایی برو پایی نلمیم ننه میندازیشو پایی خودت کجا رفت خودم اینجا من باشم یا پایی ها با چه چه زوری داری میتی ماشالا بریم نگاهشون کنیم بریم. نه آدم کتک خورده که دیده نداره. برو تو میچای برو تو این باری کلان داره های ناموس تو هم این باشه همین هم آینه که چیزی نیست. سپیلت جندنه در میارم جندنه چی میکشم پدرتونو در میارم میکشم شرط کردید شکی چی باشیم پدرتو در میارم بودی منو دماغه بودی من نامار بودو نامه آقا رزگر روزی سبی آدمش کردم تلافی خدا و بنده خدا را از او گرفتم حیثیت برات نداشتم گرفتم با خدا. شما چرا زحمتی کشیدین؟ خودم آدمش میکردم ولی این شارلتان و قانون باید جوابشو بده. پدرشو در میارند. چرا؟ مگه من چی کار کردم؟ تو خودتو به جای دارا معرفی کردی. قانون باید یقه تو رو بچسبه. قانون اگه ازت بپرسی که با چیلی قضا حقوق این همه تشکیلات و دم و دستگاه و از کجا آوردی چی جوابی میدی؟ این چیه بیار از کجا آوردی این نامرده؟ قانون ازت بپرسی مرتی که چرا ارباب یهو زندگیش از این رو به اون رو شد و مال تو از اون رو به این رو شد چی جوابی داری بدی؟ مرتی که جواب بدی آخه قانون به چه موجبی این سوال از من میکنه؟ مدارکی ازت گیر آوردم که اون پدری تو در میاره میندازن جایی که عرب نیی مینداخت منظورم یعنی زیندانه منو ببخش به منزل خودتون خوش آمدید.
متشکرم. این از همون افراد مخصوصه. آره غلام شماست. غلام تو پول مو پول شماست. حالا بفرمایید با برادرزاده خارجیتون آشنا بشین. البته همون که اسمش پگیه ها. سلام علیکم مشرف فرمودی. امو جان چرا انقدر دیرم من؟ این آقا کی هست؟ برو جلو بعد میفهمیده برو ده. به به هر لحظه به شکلی بوت ایار در آمد دل برد و نهان شد. حالا برای دکتر فرنگی جسم میگیر و آرتیس بازی در آورده برای که پول چشمش گرفته. خب بس خفه خون بگی. بله پگی امو جون تو ایشونه هستن جناب آقای دارا. آقا دارا ایشان هست؟ بله دخترم من هستم. نه پس تو؟ من غلابیم. منو میگن آقای رضای گل. چند وقتی فوتولکوپی ایشون بودم که شما تنها نمونین و خودشون ظاهری بشن. او نه آقا رضا گل من شما کلی دوست داشت. من حاضر زن شما شد. دیدیه؟ پگی جون ببین اولندش من به درد تو نمیخورم الاتفی. دومندش من کجا شما کجا اینجا کجا آنها کجا. ثانیاً من از دار دنیا دار ندارم یه دونه دل دارم که اونم به فرشته فروختم و رفته پیکار. ای بابا بس با جسم چوری رنگ بس بکنه. دی 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 فرشته فرشته یه دقیقه بیا اینجا. آره یه دقیقه قدم رنگی بکنه. آب بذار رو مجده های من بیا اینجا. نگاه کن جون تو چرا غمیش مادمزلی پگی اینه که دل منو برده. من برای شما آرزو خوشبختی کرد کنم. سایت کم نشه. خوب حالا بالا غیرتم به من بگو تو کی هستی؟ چی هستی؟ شوفری؟ آقایی؟ میلیاردری؟ گدایی؟ من همون شوفری بودم که هستم. سفرکم میگی نه الان به ثابت میکنم. قربان مگه من شوفری شما نیستم؟ نه نه؟ نه گفتم که نه. حالا دیدی این تقی هفرنگه بعدشم میبینی شب دراز قربان. تو یکی دیگه خفه با تو به اجازه که اصلا دخالته میکنی. آقا قربونه آقایت برم حقیقتشو بگو که فرشته از شک و تردید در بیاد. حقیقتش اینه که تو دیگه راننده من نیستی بلکه شریک و معاون و دوست عزیز منی. شریک و معاون و دوست عزیزی؟ نگاه کن جان من نگاه کن از حالا رفته تو کلک نگاه کردن جان من نگاه کن. گرفتاری واقعا بر سر 2000 میلیون گاهی گیر کردم به خدا. ها نه پسرم جاش خیلی خوب است. نه بله پسر عزیزم چرا انقدر تو فکری؟ بوشت با من بوشت کرد شده شدیک و وزیر و معاون و دوست و عزیز آقا بیترس رو فرید. تو فکری نمی کنی سرم کلا بری؟ نه به نفع تو میگی قبوله بکنم. بله تو هم مخابه. چی تو شد؟ ببینم نظر تو چیه پیگی؟ آه کلی علی هست. مال تو هم خرابه. خب حالا فهمیدی من چی کار هستم؟ آره فهمیدم. پس بیا برو کنار. همیشه مزاحمه. یه چیزی بگم حرفتو بزن. ببینم حالا که من همه کارم و هیچ کارم حاضری زن من بشی؟ چرا نمیشم خوبم میشم. باش کلم نیفته اوتول خان دماغ سوخته. آره میخریم کنار ببینه. پس میخری ها؟ آره حالا که اینجوری شد بلایی به سر تو بیارم. آقا رضایی که مرغان هوا به حال تو دنبک بزنن تا آخر عمر پشیمان بشی. پشیمان بشی مثل ابو جه. مثلا چی کار میکنی؟ چی کار میکنم ها؟ بدی من اون دستی بی ثابته؟ انشالله که وفای همدیگه پیر بشیم. آره البته بعد از ماه زلبیا و بامیه. اگر روزی اون وقت 100,000 دفعه بندر لعن نفرین نکردین و دوا مرافعین نشود بندی این هار میتراشم جایی این پوست دیش بذارم. بله خب بایدم الانشم پوست دیش بذارم.